شماره گذاری ردیف ها. من اینجا دو تا جدول دارم، جدول شماره 1 و جدول شماره 2. اطلاعات از جدول شماره 1 به جدول شماره 2 منتقل میشه. من وقتی که اینجا مقداری رو دارم، مثلا حسینی، و میزان فروشم یه مقداری براش وارد میکنم، وقتی میام از باتن کپی استفاده میکنم، اطلاعات از جدول شماره 1 من به جدول شماره 2 منتقل میشه. حالا کاری که من میخوام انجام بدم این هست که بعد از این انتقال برای من در ستون ردیف بیاد برای هر کدوم از مشتری های من، هر کدوم از نام هایی که دارم، یه شماره سطر در نظر بگیره. برای انجام این کار وارد محیط ویژوال بیسیک میشم. ماکرویی که کار کپی کردن جدول شماره 1 به جدول شماره 2 انجام میده برای من این ماکرو هست که با همون رو نوشتیم. حالا میخوام به این ماکرو این امکان رو اضافه کنم که بعد از هر کپی کردن به اسمی که به جدول شماره 2 میاره یه شماره اختصاص بده. برای انجام این کار من میام آخر ماکرویی که داشتم شروع به اضافه کردن کد مورد نظرم میکنه. شماره ها توی ستون دی میشینن، پس من میام سلول دی 3 رو به عنوان مبنا در نظر میگیرم. به محیط ویژوال برمیگردم، در اینجا آدرس سلول دی 3 رو بهش میدم، رنج دی 3 دات. خب ما نمیخوایم مقدارمون توی سلول دی 3 قرار بگیره، ما میخوایم مقدارمون در اولین سلول خالی ستون دی قرار بگیره. پس میام از دستور اند استفاده میکنم. اند پایین ترین سلول میشه، پس XL down رو انتخاب میکنم. پرانتز رو میبندم. وقتی که XL down رو انتخاب میکنم، اینجا میاد به آخرین سلولی که پر هست و حاوی مقداره. ما دقیقا میخوایم که مقدارمون توی سلول بعدی قرار بگیره، پس میایم از دستور آفست استفاده میکنیم. دات آفست، عدد گاممون برای سطر 1 و برای ستون 0 هست. خب تا اینجا تونستیم آدرس سلول رو بدیم. حالا چیزی که از سلول میخوایم مقدارش هست، پس از دستور value استفاده میکنم. dot value، مقدار اولین سلول خالی ستون دی برابر است با توی شماره گذاری. در اینجا من قاعده خاصی ندارم، قاعده من این هستش که موقعی که مقدار از جدول شماره 1 به جدول شماره 2 اضافه میشه و میخواد اونجا ثبت بشه، شمارش یه دونه بزرگتر از شماره اسم قبلی هست. پس میام آدرس میدم، رنج دی 3 دات اند ایکس ال داون. دیگه اینجا از دستور آفست استفاده نمی کنم. دات ولیو به اضافه 1. خب اتفاقی که میفته چی هست؟ ماکرویی که ما نوشتیم داره به اکسل دستور میده از سلول دی 3 به آخرین سلول حاوی مقدار ستون دی بیا، در اونجا یه دونه به سمت پایین حرکت کن، مقدار این سلول رو برابر با مقدار سلول قبلیش به اضافه 1 قرار بده. به صفحه اکسل برمیگردم، در اینجا یه اسم میذارم، مثلا بابایی، میزان فروشش هم یه چیزی وارد میکنم، اینجا از باتن کپی استفاده میکنم. میبینیم که اومد مقدار رو کپی کرد و در اینجا شماره ردیف رو هم 4 قرار داد. یه بار دیگه این کار رو تکرار میکنم. مجددا از باتن کپی استفاده میکنم. میبینیم که این بار هم یه دونه
به عدد ردیف قبلی اضافه کرد و در اینجا برای من توی سلول D8 قرار داد. پس تونستیم با استفاده از ماکرونویسی برای سطرهای خودمون شماره قرار بدیم.